گیری دیروز رفته بود این شرکت واگن سازی خارج تهران، در برگشت با شهردار تهران آقای حناچی گفته بیا بریم تهران مترو بریم، یک بار ما سوار مترو بریم، همش که به ملت نمیرسه، معاون اول دولت هم یک بار سوار بشه خب عیب نداره. حالا همیشه که خب نمیتونن، ولی بالاخره همین کار نمادین هم جالبه. چی تو گوش جهانگیری داره یکی از مردم میگه به قیمت دلار رو؟ یه چیزی میگه که بعد تو تاثیر بعدی خیلی جالبه. خود آقای جهانگیری از خنده یعنی فکر کنم بهش گفته او عرض جهانگیری چی شد حساب جان؟ چرا هیچ اثری نذاشت رو خود رو جان؟ چرا رو اقتصاد اثر نذاشت؟ چرا بعضی ها عرض تو گرفتن دیگه نه چیزی وارد کردن نه او عرضه رو کارش کردن؟ یک چیزایی گفته خود آقای جهانگیری، قربون خنده هاش بچم چقدر آزاد و رها داره میخنده. اگه اینا رو من شنم گریه میکردم. شاید هم بهش گفته که آقای جهانگیری وزیر نیروی چی گفته بابا جان، ما که یک وعدم نداریم بخوریم، ایشون تازه گفته که یه وعده بیشتر نخورید و از این حرفا. یه چیزی تو این مایه ها باید گفته باشه، یا گفته باشه آقای جهانگیری رئیست آقای روحانی نظرسنجی تو خیابون میکنه، این مدل جدید علمیه، یک چیزا اینجوری گفته. چون به این شدت من با هیچ جوکی نمیتونم معاون اول رو بخندونم، مگر که از همین چیزای الان یک چیزی در کرده باشن تو گوش آقای جهانگیری. امیدوارم که شماره منو دارن، از دفترشون محبت کنن یه تماس بگیرن بگن چی گفتن تو گوش آقای جهانگیری، منم بخندم. و شما قول بدید چی اینجا بگید اگه بهتون گفتن؟ من آدم دیرخندم، نیاز دارم کسی منو بخندونه.